سر شکسته از گناه، آمدم در حریمت، سفره دل گشودم پیش دست کریمت. با یاد مهدی گرم دعایم، برس به دادم بشنو صدایم. العجل یا بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، صلی الله علی رسول الله و علی آله و آل الله، ولعن الدائم لاعدائهم اعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. السلام علی المهدی الذی ببقائه بقیت الدنیا و بیمنه رزق الورا و بوجوده ثبتت الارض و السماء. حضرات ائمه هدا علیهم سلام الله، در زمانی که حضور ظاهری بین مردم داشتن، مرتباً و مکرراً شیعیان و پیروان خود رو به تحصیل اولاً و ثانیاً عملی کردن و عینیت بخشیدن و تحقق خارجی دادن به اون چه که تحصیل کرده اند سفارش و در حقیقت عم می فرمودن. تحصیل چی؟ تحصیل مکارم اخلاق. یعنی شیعیان و پیروان ائمه هدا علیهم سلام الله، یکی از وظائف و تکالیفشون دائما و همواره این بوده است که خود رو متخلق به فضائل اخلاقی کنند، وجود خود رو آراسته کنند به کرامات، به مکارم اخلاق. این رو اولا تحصیل کنند، کسب کنند، چون اکتسابیه و کمتر کسی هست که ذاتاً متصف به همه خوبی ها باشه، بلکه باید زحمت کشید و تلاش کرد و کسب کرد. و ثانیاً اونچه که کسب کردن رو هزینه کنن، خرج کنن و در خارج از وجودشون محقق کنن. این تکلیف در زمان غیبت کبرا و در عصر غیبت تکلیف پررنگتریه و مهمتریه و حساستری هست که ما هر اونچه که میتوانیم تلاش کنیم و بذل وسع و تلاش داشته باشیم، بذل جهد و تلاش داشته باشیم در این مسیر که هرچه می شود کرامت ها، مکارم اخلاق و فضائل اخلاقی رو پیدا کنیم. آقا امام باقر سلام الله علیه وقتی که جابر از او سوال می کند که ما افضل ما یستعمله المؤمن فی ذلک الزمان، جابر ابن عبدالله دغدغه داره، از امام باقر سوال می کنه که بهترین کاری که در اون زمان، اون زمان یعنی زمان غیبت، میتواند مؤمن انجام بدهد چیه؟ امام علیه السلام میفرمایند بهترین کار در زمان غیبت حفظ اللسان و لزوم البیت. اولا حفظ لسان، خودداری از پراکندگویی، خودداری از پرتوبلاگویی، خودداری از کثرت کلام. در کثرت کلام بله خطاها هست. امیر المومنین سلام الله علیه فرمودن من کثر کلامو کثر خطاو. حفظ لسان، زبانمون رو کنترل کنیم. امام حسین سلام الله علیه شب عاشورا وصیتی به زینب کبرا علیه السلام دارن. این وصیت خاص زینب کبرا نیست، همه بر همه اعصار پیروان ابی عبدالله
مشمول و مخاطب این وصیت و این توصیه می شود. امام فرمودن زبانتون رو خودداری کنید، مراقبت کنید، یک چیزی نگید که از اون منزلت و از اون ارزش شما کاسته بشود و تنقیص برای شما این گفتار و این حرف به وجود بیاره. پس سکوت ملازم با تقیه، هر آن چیزی رو نباید گفت، هر چیزی رو نباید در زبان آورد در زمان غیبت. و بعد هم بالاخره اینکه انسان در همه جمع ها با همه افراد لزومی نداره شیعه آگاه و منتظر واقعی امام زمان حضور پیدا کنه در همه جمع ها و با همه افراد شخص و خاص بکنه، و بالاخره هر چی به انسان میتواند بیشتر خودش رو از اون جمع ها و از اون مجموعه هایی که غفلت هست، گناه هست، شهوت هست، بی اخلاقی هست، بی توجهی به امام زمان علیه السلام هست دور بکند و هر آنچه که میتواند از اونها دور بشود. در یک بیان دیگری امام صادق سلام الله علیه مواردی رو برمی‌شمرند و میفرمایند که شیعیان من رو سلام برسانید و این مطالب رو به اونها توصیه کنید. و اوصیکم به تقوی الله عز و جل. امام علیه السلام بعد از آنی که سلام میرسانند به همه شیعیان، میفرمایند که تقوا و پروای الهی رو و حریمبانی پروردگار متعال رو خلاصه مد نظر داشته باشید. ول ورع فی دینکم، ول اجتهاد لله. دین خدا رو بالاخره باید مراقبت کرد، باید مواظب بود که از اون محدوده ها و خط قرمزهای الهی عبور خدای نکرده نکنیم. و صدق الحدیث، راستگویی، و اداء الامانه، و طول سجود، امانت داری. پیغمبر اکرم در آخرین لحظات عمر مبارکشون به امانت داری وصیت کردند، حتی نخ و سوزن هم ادا بشود. اگر نخ و سوزنی هم پیش ما امانت هست، پیغمبر در لحظات آخر فرمودن به این مقدار هم نسبت به امانت حساس باشید، اگر نخ و سوزنی باشه. اینجا هم وصی پیامبر و فرزند پیامبر امام صادق همین رو میفرماین. و سجده های طولانی در خانه پروردگار متعال، و حسن الجوار، همسایه خوب بودن برای همسایه ها. فبهذا جاء محمد صلی الله علیه و آله، فرمودن برای اینها، برای همین مکارم اخلاق، برای همین صفات خوب، برای همین فضائل اخلاقی وجود مقدس نبی اکرم صلوات الله علیه و آله آمدن. باز حدیث دیگری که بسیار حدیث زیباییه از امام صادق علیه السلام، فرمودن انا لنحب من کان عاقلا فهیما فقیها حلیما مداریا صبورا صدوقا وفیا. چقدر این عبارات زیباست و چقدر این صفات اساسیه. امام فرمودن ما اهل بیت دوست داریم شیعه و پیروی و کسی رو که من کان عاقلا، عقل داشته باشه در وجودش، تدبر، خردورزی، عقلانیت و فهیم باشه و اهل تفقه باشه. تفقه یعنی خوب فهمیدن. و حلیم باشه و مدارا بکنه، اهل مدارا باشه با دشمنان، با دوستان. بالاخره انسان در مراحل مختلف باید با سلاح مدارا و حلم به جنگ ناملایمات و دشواری ها، طعنه ها، تمسخر ها، استهزاء ها، شیطنت ها، بی انصافی ها بره. و صبور باشه و راستگو باشه و وفادار باشه. ان الله خص الانبیا به مکارم اخلاق، فرمودن خدای متعال انبیا رو به مکارم اخلاق آراسته کرده. شما هم خودتون رو بسنجید، من و شما هم شیعیان امام صادق خودمون رو مورد سنجش قرار بدیم. اگر این مکارم اخلاق در وجود ما هست، هرچه هست، هرچه بیشتر پیدا شد خدا رو شکر کنیم، و اگر نبود و کم بود و ناقص بود سعی کنیم در جهت تکمیل. پس وظیفه و تکلیف مهمی در زمان غیبت کبرا داریم و اون هم این است که مکارم اخلاق رو اولا کسب کنیم و ثانیا اون رو ان شاء الله الرحمن عملی کنیم، تا به اون جایی برسد که با عمل ما و با رفتار ما مردم توجه به مولای ما امام زمان علیه السلام
پیدا کنند. همچنان که امام صادق فرمود طوری عمل بکنید که مردم بگن رحم الله جعفرن، امام صادق رو خدا رحمت کنه، چه شیعیانی داره چه پیروانی داره. همین مطلب در باره این زمان هم صدق میکند. بار اله بر ما منت گذار و چشمان رمد دیده ما به رؤیت و زیارت جمال دلارای مولامون امام زمان، ارواحنا له الفدا، پاک و منور گردان. والحمد لله و صلی الله علی رسول الله و زمان ندارید، چرا متوسل به امام زمان نمیشید؟ آی مردم چرا دست به دامن حضرت مهدی نمیزنید؟ آی مردم چرا در این خانه رو نمیکوبید؟ آی مردم چرا صداش نمیزنید؟ ای مردم مگه باور ندارین امام زمان اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما بقیت الله و اللعنت على اعدائهم اعداء الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و امیدوارم که روزهای خوبی رو سپری کنید و زندگیتون مزین و منور به نور عنایت حضرت ولی از ارواحنا فدا پر از برکات الهی باشه. بحث خودمون رو پی میگیریم در باب اهمیت شناخت امام هر زمان. بحث ما از روایت هر کس بمیرد و امام زمان خودش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده شروع شد. بحث جاهلیت و مخالفت این جاهلیت با عقل نه با علم مطرح شد و بحث ما ادامه پیدا کرد در باب رسالت و نبوت حضرت ختمی مرتبت و اینکه خداوند رسولان رو برای چه چیزی فرستاده و اون اتمام حجت بود بر مردم که خدا رسولانش رو فرستاد تا حجت رو بر همه تمام بکنه. هر که هدایت می شود با بینات هدایت شود و هر که گمراه می شود با درک بینات گمراهی را انتخاب کرده باشد، نه از روی ندانستن و نرسیدن حقیقت به خودش.
این مطلب رو رساندیم به مقامات رسول خدا و اینکه ببینیم رسول خدا چه مقاماتی داشتن و طبیعتاً چون حضرت رسول خاتمند عرض کردیم که لازمه خاتمیت رسول خدا و اون مقدمه ای که طبق آیات قرآن عرض کردیم که خدا میخواهد حجت رو بر مردمان تموم بکنه اینه که امامتی در راستای نبوت خاتم وجود داشته باشه و به عنوان یک خط سیر تا روز قیامت ضامن حیات خاتمیت رسول خدا باشه. به اینجا که رسیدیم در جلسه گذشته آیاتی رو مطرح کردیم که شأن و جایگاه رسالت حضرت ختمی مرتبت رو اشاره میکرد که اون حضرت در مقام رسالت چه وظایفی از جانب خداوند بر عهده‌شون بوده. وظایف برای رسول خدا زیاد ذکر شده از جانب خدا، اما عرض کردیم که 3 تا از اون شؤون و مقامات چترشون بر دیگر وظایفی که از جانب خدا تعیین شده گسترده است. یکی شأن تلاوت آیات، یتلو علیهم آیاته. یکی شأن تزکیه مردم، پاک کردن اونها از زشتی ها و گناهان و لغزش ها. و یکی شأن تعلیم کتاب و حکمت به مؤمنین و یعلمهم الکتاب والحکمه. در این زمینه ما لازمه این نکته رو بهش توجه داشته باشیم که تعلیم کتاب و حکمت خودش یک طیف وسیعی از فعالیت‌های رسول خدا رو به خودش اختصاص میده. تزکیه هم همینطور و بحث تلاوت آیات هم همینطور. در باب تلاوت آیات یک نکته رو اشاره میکنم چون میخوام امروز بیشتر به سراغ بحث تعلیم و آموزش کتاب و حکمت برسم. در باب تلاوت آیات این مطلب در بین شیعه و اهل تسنن پذیرفته شده و معروف و مشهوره که وقتی آیات سوره براءت یا همون سوره توبه نازل شد، پیامبر اولا به فردی واگذار کردند از افرادی که بعدها جزء قاسمین حق امیرالمؤمنین شد و خلافت اون حضرت رو غصب کرد، اول به او دادن او بره آیات رو برای مشرکین بخواند که جبرئیل نازل شد و به پیامبر عرضه داشت خداوند میفرماید لا یعدی عنک الا انت او رجل منک، این آیات رو هیچ کس نمیتواند و نباید و نشاید ادا کند مگر خودت یا مردی از خودت. در اینجا بود که آقا رسول خدا صلوات الله علیه و آله امیرالمؤمنین رو فرا خواندن و اون حضرت رو فرستادن به جانب مشرکین تا در میانه مسیر نامه رو و اون آیات رو از اون فردی که بعدها قصب حق امیرالمؤمنین کرد بگیره و اون نامه رو و اون آیات رو بره و برای اهل شرک تلاوت کنه. خب در این آیه هم باز یک نکته ظریفی هست، گویی پیامبر با این انتخابشون که بعد با نکته‌ای که از جانب خدا نازل شد تکمیل شد، میخواستن به ما یه نکته‌ای رو یادآور بشن و به ما در طول تاریخ این رو ماندگار کنن که فردی که فرستاده شده بود از جانب رسول خدا برای تلاوت چند آیه شایستگی جانشینی رسول خدا را نداشت، چه رسد برای جانشینی در تمام اموری که بعد از رسول خدا جاری است. خدا برای تلاوت چند آیه فرمود لا یعدی عنک، نمیتونن ادا کنن اون چرا که تو میخوای ادا کنی و علی ابن ابی طالب میتونه این کار رو بکنه، حالا چه رسد به این که بخوان کل حق رسالت رو بعد از رسول خدا ادا کنن، کسانی که غصب کردن حق امیرالمؤمنین علیه السلام و حق الهی اون حضرت رو. این نکته رو در پرانتز اشاره کردم در باب یتلو علیهم آیاته و
به عنوان قرینه ای و نشانه ای بر اینکه تلاوت آیات بعد از رسول خدا از کسانی که من رسول الله هند میتواند ادامه داشته باشد، چون تلاوت آیات رو فرمود لا یعدی عنک الا انت او رجل منک. این آیات را نمیتواند کسی ادا کند الا خودتو یا رسول خدا یا کسی از تو. لذا اگر کسی من رسول الله باشه، از رسول خدا باشه، میتونه آیات رو تلاوت کنه و ادا کنه حق آیه رو. طبیعتاً بعد از رسول خدا هم اگر قرار باشه شأن تلاوت ادامه پیدا کنه، باید از کسانی که من رسول اللهن ادامه پیدا کنه و حق این آیات ادا بشه. و اما در ذیل آیاتی که مربوط به بحث تعلیم و تربیت و تزکیه و کتاب و حکمت و این هاست، چند آیه فرعی به عنوان زیر عنوانهای این مقام و شأن مطرح خواهم. از جمله شؤونی که رسول خدا داشته اند و دارند، شأن رفع اختلاف بین مردم، و این شأن رفع اختلاف بر مبنای قرآن اتفاق می افتد. در سوره مبارکه نحل آیه 64 می فرماید و ما انزلنا علیک الکتاب الا، ما کتاب را رسول ما بر تو نازل نکردیم مگر برای اینکه، یعنی این حکمت مهم رو میخواد نشون بده که گویی اصلا کتاب فقط برای این نازل شده. و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. ما قرآن رو فرستادیم که تو تبیین کنی برایشان اون چرا که درش اختلاف کردن. لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، تبیین کنی اختلاف دارن، تو بیای این اختلاف روشن، تبیین کردن یعنی روشن کردن، آشکار کردن، تو بیای این اختلاف رو پیغمبر آشکار کنی. ما اصلا کتاب رو بر تو نازل کردیم این اتفاق بیفته. اون وقت کتابی که تو تبیین کننده اش باشی و با اون رفع اختلاف کنی، اون کتاب هدن و رحمتن لقوم یؤمنون است، هدایت و رحمت برای قوم مؤمن است این کتاب. یا در آیه دیگری از آیات شریفه قرآن، سوره بقره آیه 213 هم می فرماید کانن ناس امتون واحده، مردم یه امت واحده ای بودن. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، خدا پیغمبراشو بشارت دهنده و انذار دهنده فرستاد. و انزل معهم الکتاب بالحق، کتاب را به حق همراهشان نازل کرد. این تیکه آیه لیحکم بین الناس فی مختلفو فی، تا اینها بین مردم حکم کنند در اون چه که مردم در اون موضوع اختلاف کردند. و معمولا این اختلافات به گمراهی ها کشنده می شود و می شده است. لذا جلو گمراهی رو پیغمبر می گیره با تعلیم کتاب. تعلیم در چه زمینی؟ یکی از زمینه های تعلیم کتاب و حکمت توسط رسول خدا حکم کردن بین مردم است در اون چه که اختلاف کردن. بنابراین امام از جمله شؤونی که دارد رافع اختلاف است، رفع اختلاف می کند بین کسانی که امت رسول خدا هستند. البته برای این موضوع ایمان لازم است، یعنی اون کسانی که میخوان رفع اختلاف اتفاق بیفته باید رافع اختلاف رو بپذیرن. تو قرآن کریم میفرماید فلا و ربک لا یؤمنون. ای پیغمبر، اینطور نیست که اونا گمان میکنن، قسم به پروردگارت که اونها ایمان نیاورده اند تا اینکه یک کاری انجام بدن.
چه کاری انجام بدن خدایا؟ حتی یحکمون کفی ما شجر بینهم، تا اینکه تو را در مشاجرات بینابینی خودشان و اختلافاتشان و مشکلاتشان حاکم گردانند. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، تازه وقتی تو را حاکم کردن در اون مشاجراتشون هیچ حرج و ناراحتی و دلچرکینی در دل اونها نباشد از اون چه که تو حکم کرده ای. و یسلمو تسلیما، اونها تسلیم کامل امر تو باشند. ابتدای آیه رو باز دقت بفرمایید، فلا و ربک لا یؤمن، اگه تمام این مراحل طی نشه اینا ایمان ندارن. میگن ایمان داریم ولی ایمان ندارن. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ایمان شروطی داره، یکیش اینه پیغمبر رو باید در مسند حکم بین حق و باطل بپذیرن. لذا امروز هم امام زمان هست، میتواند بین ما رفع اختلاف بفرماید، میتواند ملاک برقراری آشتی بین ما که با هم اختلاف خوردیم باشد، به شرط اون که ما اون حضرت رو در این جایگاه بپذیریم، ما اون حضرت رو رافع اختلاف بدانیم، ما اون بزرگوار رو جانشین رسول خدا در شأن رفع اختلاف بین امت پذیرفته باشیم و اقرار داشته باشیم و قلبمون تسلیم وجود مقدس حضرت ولی اس علیه السلام به عنوان جانشین امروزین رسول خدا باشه. بنابراین با نگاه به این روایات و آیات متوجه می شویم که یکی از شؤون امام به تبع رسول خدا شأن رفع اختلاف بین امته. خیلی وقتا ما لازم نیست امام اس علیه السلام رو در جلوی چشممون در حالتی که ظاهر و آشکارن و ما ایشون رو میشناسیم ببینیم. اگر اماممون رو خوب بشناسیم، با روحیات امام زمان طبق روایات آشنا بشیم که در بحث‌های آینده بهش خواهیم رسید، من نوعی خودم خود به خود خواهم فهمید اون مدلی که من با برادرم رفتار کردم، با خواهرم رفتار کردم و باعث اختلاف و کدورت و جدایی شده، من امروز چطور رفتار کنم با امام زمانم، با اون کیفیاتی که از امام زمانم سراغ دارم، من چطور رفتار کنم اون حضرت میپسنده. وقت اگر دو سر اختلاف امام زمان رو مد نظر قرار بدن، بسیاری از اختلافات برطرف میشه و در واقع اونها وقتی امام زمان رو در نظر میگیرن، امام زمان رو حکم در بین خودشون میکنن و اختلافاتشون رو کنار میگذارن و به وفاق و همدلی و دوستی میرسن. اینها عملی شدنیه، عملیاتیه، منتها بستگی به این داره ما چقدر اون حضرت رو حاکم در این موضوع بدانیم و چقدر اهمیت برامون داشته باشه که حکم اون حضرت رو در زندگیمون ساری و جاری کنیم. خدا رو قسم میدهیم به حق مقربان درگاهش، به حق عزیزان درگاهش، هم از سایه امام زمان را بفرستد و به ظهور موفور و سرورش اختلاف را از عرصه گیتی پاک کند و همگان را بر سفره توحید خداوند میهمان بفرماید، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. قطعه گمگشته از پر پرواز کم است، قطعه گمگشته از پر پرواز کم است، 11 بار شمردیم و یکی باز کم است. این همه آب که جاریست نه اقیانوس است، عرق شرم زمین است که سرباز کم است، عرق شرم زمین است که سرباز کم است. اللهم کل ولی
الحجت ابن الحسن صلوات کلم و علا آبای فی حاضه سا و فی کل سا ولی تمته فيها تبيه